با نزدیک شدن زمان نشست کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بنیاد جهانی آیت الله عظما شیرازی نامه خطاب به سران کشورها ارسال کرد به گزارش شویوز در این نامه که نسخه از آن به این خبرگزاری رسیده آمده است ملتهای جهان عرب و جهان اسلام چشم امید به برگزاری همایش شورای همکاری خلیج فارس بستهاند و امیدوارند تا این همایش اتحادی واقعی را به صف عربی اسلامی بازگرداند و اختلافات را از بین ببرد. این مؤسسه جهانی در ادامه با اشاره به شرایط بحرانی منطقه خاورمیانه افزود در چنین شرایطی حاکمان باید با هوشیاری هرچه تمامتر به مروجان و مبلغان منازعات سیاسی فرصت ندهند و طرحی اصلاحگرانه و همه جانبه برای تمام زمینه های انسانی به اجرا درآورند. این نامه ادامه داد اکنون وقت آن رسیده تا خطرهای این مرحله از جمله پیامدهای سیاستهای نادرستی که در حق ملتهای منطقه به ویژه شهروندان حاشیه خلیج فارس روا داشته شده جبران شود شهروندانی که در نتیجه قطع روابط و بروز منازعات جاری میان سران کشورهای خلیج فارس شرایط انسانی و اقتصادی آنان آشفته شده است بنیاد مذکور همچنین با تأکید بر شکاف بزرگ به وجود آمده میان ملت‌ها و حکومت‌های عربی و خصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس خواستار به کارگیری کارآمد و سازنده برای از بین بردن این شکاف شد این نام افزود تاریخ ثابت کرده که شکوفایی و ترقی هر ملتی در گروی حاکمیت هوشیارانه است که سنگ بنای آن پیشرفت ملت صحبت سیاسی اقتصادی و اجتماعی عموم شهروندان یک جامعه باشد بنیاد جهانی آیتول العظمه شیرازی با اعلام اینکه به اقدامات سازنده کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس امیدوار است خواستار آزادی بازداشت شدگان به دلیل اظهار نظر و زندانیان سیاسی شد و از این کشورها خواست تا گفتمان مبتنی بر تعالیم و آموزهای اسلامی را در پیش گیرند این نامه در پایان توقف جنگ علیه یمن را مهمترین اقدام ارزشمندی دانسته که اعضای این شورا می توانند آن را به عنوان یکی از دستاوردهای این دوره از نشست کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تحقق بخشند.